با ارن، آنا و لوران آشنا بشین. سه جوان ساکن واشنگتن که امروز دارن برای اولین بار سیاست رو تجربه میکنن. جورجیا اونیو، هاوارد یونیورسیتی. این سه نفر برای شورای محلی شهر واشنگتن یا ANC انتخاب شدن. Congratulations, Commissioner! نمایندگی در این شورا یک سمت سیاسی بدون حقوقه و امروز روزیه که ارن، آنا و لوران همراه با حدود 300 همکار جدیدشون باید برای شروع کار قسم بخورن. این یه پست کاملا محلیه. شما واقعا با محله و مردمی که نمایندشون هستین در ارتباطین. این پست برای من امکانیه که به محلم خدمت کنم. من ANC رو شروع یه دوره سیاسی نمیبینم. این رو یه وظیفه شهروندی میدونم. کسی از محله من کاندیدا نبود، برای همین فکر کردم درسته که من تو این محل تازه واردم، به هر حال یه کسی نماینده محلمون باشه بهتره تا کسی نباشه. پس اسمم رو نوشتم و تبلیغات رو شروع کردم. نماینده های شورای محلی مثل یک وسیله هستند که شهروندهای معمولی محله رو به دولت پیوند بزنن که اونها دسترسی مخصوصی به مسئولان دولتی داشته باشند. در نتیجه اونها تصمیم سیاسی رسمی نمیگیرن، ولی مخاطبان خاصی در دولت شهری دارن که تصمیم گیرنده هستند. چیزی شبیه ANC تو هیچ شهر بزرگ دیگه‌ای در آمریکا وجود نداره. دلیلش اینه که واشنگتن به عنوان یک ناحیه مخصوص بنا شد که جایگاه دولت فدرال باشه و جزو هیچ ایالتی نبوده. این شهر مستقیماً تحت نظر کنگره آمریکاست و تا سال 1974 میلادی حتی شورای شهر یا شهردار خودشو نداشت. یعنی در هر بخش زندگی ساکنین واشنگتن احساس می‌کنند که فاقد نمایندگی دموکراتیک هستند. بنابراین وقتی که شورای ANC در دهه 1970 برقرار شد، کمک کرد که مردم واشنگتن که در دولت ملی هیچ رأیی ندارن، حداقل نمایندگی سیاسی قویی در سطح محلی داشته باشن. ما هیچ کاری رو بدون مشورت با نماینده های شورای محلی انجام نمیدیم و هیچ لایحه‌ای نیست که بدون نظرخواهی از این نماینده ها تصویب بشه. امروز ارن و آنا با مدیرهای یک بار محلی قرار دارن. اونا میخوان راجع به بزرگ کردن فضای بارشون با شورا صحبت کنن. فعالیت ANC در رابطه با مسائل کوچک اما مهم درباره هر محل است، مثل جواز فروش مشروب در رستوران ها یا تامین پارکینگ و یا جمع‌آوری زباله. لورن هم خیلی مشتاقه که کسبه رو تشویق کنه به محله نچندان پر و نقش بیان. ما به کافه و رستوران نیاز داریم. رستورانایی که بشه توش نشست، نه فقط برای سفارش غذا برای خارج. مشروب فروشی لازم نداریم. کسانی که اعتماد مردم رو جلب کردن باید سعی کنن منصف باشن و درست عمل کنن. اعضای هیئت مدیره، نماینده ها، یک دولت محلی جدید، بگید آمین. ارن، آنا و لورن برای دو سال آینده نماینده حدود 2000 شهروند محلشون خواهند بود. در سال 2012 این سه جوان باید تصمیم بگیرن آیا میخوان دوباره برای ANC نامزد بشن یا نه. مانا ربیعی، صدای آمریکا، واشنگتن. I mean, it's, yeah, it's pretty tiny.